سلام و شب شما بخیر. شما خیلی خوش آمدید بیننده برنامه 45 دقیقه به گونه زنده از تلویزیون نورین هستید. با ادامه بحث‌های شب‌های گذشته ایمان که در چند برنامه متواتر ما روی بحث وحدت ملی صحبت‌ها و حرف‌های داشتیم که چندی پیش هم یک حرکت ملی هم در افغانستان شکل گرفت و مفهوم و مبنای این حرکت ملی در افغانستان بر مبنای چند تا مسئله اساسی بود. اولین بحثش این بود که از تمام اقوام گرده هم جمع شده بودن و یک دیدگاه ملی را آمدن سر دادن و شعار دادن که این معزل یک نوع رنگ بوی قومی را یک مجموعی از رسانه ها و یک تعداد از افراد شخص های آمدن این مسئله را برچسب زدن بر این حرکت مدنی و تا معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی نوع حرکت مردمی نه بلکه یک نوع تبعیضی و آزار اذیت کننده تلقی کرده و تا یک حرکت سیاسی هم این گونه. ولی برای بار اول است که مردم این گونه آگاه میشن با وجودی که ما میایم روی عدالت اجتماعی حرفای کلان را مطرح میکنیم که برای بار اول در افغانستان مردم به این بحث و فلسفه عدالت اجتماعی نکمونه دادخواهی خود مردم با زبان خودشان است که از نوع حرکت های مدنی شکل میگیرن این دیدگاه ها. ما تنها با پس از چند قضیه که خشونت علیه زنان بودن که اولین قضیه است که نشان دهنده این است که مردم منسجم حرکت میکنن هم از نماینده ها و ساختار دیگر و ما را تنها چیزی که میتونه به بحث وحدت ملی هم نزدیک بکنه و ما را برسونه همین مثلا امشب با آقای احمد زکی فعال آمدن یکی از افرادی که در همین تظاهرات هم اشتراک کرده بودن به مسابقه فعال مدنی که شعار هم سر دادن. زکی صاحب خیلی خوش آمدید. شکر به خیر باشه. اولین سوال همین گونه مطرح میکنیم که برای بار اول است که یک حرکت مردمی واقعی شکل میگیره، نه کسی میاد پول میده، نه کسی میاد تحریک میکنه و نه کسی، فقط درد مشترک باعث میشه که مردم این حرکت را اندازی بگیرن. استقبال نهادها در مجموعه نهادهای شما و دیگرانی که به مسای پروژه گیرسن پیامتون چی است که ما پس از چگونه میتونیم چون این حرکات ملی را شکل بده در افغانستان؟ به نام خداوند بزرگ، سلام خدمت شما همکاران برنامه و بینندگان محترم تلویزیون جهانی نورین. ببینین، حماسه دادخواهی ملی فوران خشم شهروندان در برابر تروریسم، انتحار، انفجار از یک طرف و آنچه که برمیگرده بر حکومت در برابر بیکفایتی، بیمسئولیتی، بیعدالتی، زورگویی، قانون شکنی، بی مروتی، بی مهری نسبت به شهروندان، بی اعتنایی در برابر شهروندان، این به نمایش گذاشته شد. البته باید گفت که تراکمی از انزجار، نفرت، عقده، خشم مردم که در سینه مردم جا گرفته بود با شهید ساختن یا سربریدن 7 تن از شهروندان ما در ولایت زابل ای به فوران آمد. یعنی تنها عامل ای گرده همایی یا حماسه دادخواهی ملی به ای گستردگی و به ای وسط و به ای بزرگیش شهادت 7 تن از شهروندان در زابل نبود. ای سوژه و ای انگیزه باعث شد که تمام دردهای گذشته را احیا بکنه، انگیزه ها را بیشتر به فوران بیاره تا مردم به حرکت بیاین که درد نه تنها دردی که از بیکفایتی، ناتوانی، ضعف حکومت وحدت ملی در دل و سینه مردم است، حتی از حکومت آقای کرزی هم در وجود مردم این قرار داشت. این پیام های زیادی داشت. اولی که پیام میشی بود که ما اقوام مختلف افغانستان، ملیت ها، مذاهب، از هر سمت و قومی که هستیم در درد و رنج و مصیبت با هم مشترک هستیم. یعنی درد ما مشترک است، خواست ما مشترک است، دشمن ما مشترک است. پیام دیگهش و تروریستایی بود که در هر نقطه از افغانستان اگر شما مصیبت ایجاد کنی، شما درد و رنج ایجاد کنی، تمام مردم افغانستان در اونمون نقطه در کنار هموطنهای خود
استاد میشن. دیگه پیامش به رهبرای حکومت وحدت ملی بود که صبر مردم، بردباری مردم، تحمل مردم، ناتوانی و ضعف مردم حساب نکنی. اگر در گذشته ها مردم افغانستان خاموش بودن، در کنارش امید هم از زمامدارای خود داشتن که روزی شود که زمامدارایشان به فکر بیاین، زمامدارا متوجه مسئولیت خود شوند، زمامدارا نسبت به مکلفیت های خود وظایف خود انجام بتن. ای که طرف حکومت یا مسئولین با غفلت خود ادامه دادن، این پیام مردم برشان رساند که اگر ما بخواهیم با یک چنین حرکت ملی و گسترده مدنی در برابرتان استاد میشیم، شما را به چالش میکشیم، مشروعیتتان زیر سوال میبریم. این پیام بزرگی بود. و با بیرون هم کسایی که در گوشه و اکناف افغانستان از فکر می کردن که در مردم افغانستان مورال و انگیزه و همگرایی و همپذیری و همدردی وجود نداره، این همایش و این حماسه نشان داد که امسایه های ما اگر دوست هستی یا رقیب یا دشمن، متوجه باشه که ما ملتی هستیم که بیدار هستیم، آگاه هستیم و در برابر از اونا خرد جمعی را ما به نمایش گذاشتیم. یک سوال دیگه مطرح میشه، نبض حرکات مثلا داعش، طالبان یا مرگروه هم انجام میدن، فلسفه کلان در افغانستان در طول تاریخ تبعیض نژادی و قومی بودن، مثلا پشتون آوردن علیه تاجیک استاد کرد، تاجیک علیه پشتون، یک ساختار نابهنگامی است که ما تو تحمل دیگیم. این بار برعکس شد که دشمن یک حرکت دیگر انجام داد ولی پاسخش ملی بود. این بار بگرده به آگاهی شهروندان کاملا شما شاهد هستی که 9 ماه پیش ما یک خیمه را برافراشتیم در پارک زرنگار، 31 تن از شهروندان ما را، از قوم بزرگ و محترم ازاره ما را ربودن و ما از 9 ماه به این طرف کار کردیم در بین مردم و مردم الحمدلله از آگاهی کامل برخوردار هستند. نگذاشتیم که مسئله قومی شود. گرچه دشمن از هر آدرسی که این عملکردها را انجام میتن، هدفشان همیست که در افغانستان یک قوم در برابر قوم دیگر قرار بگیره، ولی ما این را میدانیم که در افغانستان امروز هیچ قومی با هیچ قومی دشمن نیست، هیچ قومی نسبت به قوم دیگر نیت بد و سو نداره، هیچ قومی از این بد در کمین قوم دیگر نیست. برای ما مردم افغانستان ثابت شده تمام برنامه ها، تمام توطئه ها، تمام دسیسه ها و تمام ای اما ترفند ها از بیرون وارد میشه. با آگاهی کامل مردم ما رسیده خوشبختانه که دیگر ای نوع توطئه ها به نفع دشمن تمام نخواهد شد، به ضرر دشمن تمام میشه. قسمی که ما خود شاهد هستیم، سربریدن 7 تن از شهروندان ما، شهادتی از او نا توسط داعش یا هر کسی بود، سبب شد تا مردم افغانستان با یک صدا، با یک خواست، با یک گام همه در کنار هم قرار بگیرن، همه با هم نزدیک شوند. ما همه دیدیم که همه مردم افغانستان در روز حماسه دادخواهی ملی شعار سر می دادن که ما همه صلح می خواهیم، ما همه امنیت می خواهیم، ما همه برابری می خواهیم، ما همه عدالت می خواهیم. فراتر از این در میان اقوام ما شعارهای قومی را شاهد نبودیم، خواستهای قومی را شاهد نبودیم، خواستهای ازبی را شاهد نبودیم. خواستها ملی بود، همگانی بود، با یک صدای رسا به گوش ارکنشینا و به گوش فراتر از اونا، به گوش تمام دوستا و دشمنا رسید و این بیانگر فهم و درک و سطح میزان و یا بلندی شعور سیاسی مردم کشور ما را به نمایش گذاشت. این یک خوشبختی است برای ما مردم و امیدوار هستیم که
در آینده ها بیشتر، قویتر، محکمتر و آگاهانه تر نسبت به مسائل ملی ما و منافع ملی ما حرکت های داشته باشیم. یک سبب یک بستگی مطرح میشه که حرکت ملی بود، نبض حرکت هم ملی بود و دادخواهیش هم برای بحث ملی بود. در ارگ ریاست جمهوری هم این معادله میره تغییر میکنه. یک نفر میگه سرک مجبور نیست، یک نفر میگه شفاخانه مجبور نیست، یک نفر میگه پروسی عجمه. یک چیز خیلی بسادگی میگه با خون شهدای ما راحتر میتونیم معامله بکنیم در بدل پول خانه موتا. چقدر فکر میکنید که ماهیت حرکت آورد یک مجموعه که ارگ نشین زیر سوال برده شد؟ بدون شک در حرکت های کلان بایی کلانی و بزرگی و گستردگی که از آدرس یک حزب سیاسی نباشه، توسط یک رهبر قومی یا سیاسی رهبری نشه، از قبل طرح‌ریزی نشه، منسجم و با برنامه حرکت نکنه، چنین یک حالتای رخ میده. این حرکت خودجوش بود، حرکت شهروندان بود، همه با یک وجه مشترک، با یک خواست مشترک، با یک درد مشترک در کنار هم آمده بودند و بدون شک کسانی که خواستهایشان در صحنه عمل در جریان تظاهرات با هم شباهت داشت، هم نظری داشتند، در کنار هم استاد بودند، متاسفانه تعداد کمی از اونا را ما به عنوان نماینده و یا به عنوان کسانی که از بین مردم رفته بودند در ارگ ریاست جمهوری، با تاسف که ما اونا را شاهدش نبودیم که مظاهره چیای واقعی می بودند، با کسانی که رفتن با رئیس جمهور از آدرس تظاهر کنندگان صحبت کنند، متاسفانه رئیس جمهور اونا را چندین ساعت در سالونای دیگه منتظرشان، با اونا صحبت نکرد. با این کسایی که صحبت شد، اینا فکر کنم که نماینده ای تظاهر کننده ها نبودن، ولی بالاخره اونا شهروندان افغانستان بودن، اونا هم مشکلات خود در سطح ولایت خود ابراز کردن. بدون شک گذشته از این که اونا نماینده نبودن یا بودن، اما ما شاهد هستیم که در ولایتی که اونا از اونجا شکایت های داشتن در حضور رئیس جمهور، مشکلات خود باز گو می کردن، این حقیقت است. در اون مناطق مشکلات است، راه ها بسته است، مشکلات امنیتی جدا وجود داره، دولت به حد کافی نیرو برای تامین امنیت او شهروندان نداره. اونا هم حق داشتن که با رئیس جمهور ای که فرصت برشان مهیا شده بود بشینن مشکلات خود بگوین، حقشان است و این حق دارن که از دولت بخواین هر نوع مشکلی که داشته باشن، دولت به عنوان شهروندان افغانستان و با عنوان شهرنشینای ولایات حق دارند که حقوقشان تامین شوه و دولت در قسمت توجه بکنه. ولی ای که یک مقدار از آدرس های بناو انتقادات متوجه از این جریان شد، فکر کنم که نقاط مثبتش خیلی ها برجسته بود، نقاط مثبتش خیلی ها امیدوار کننده هست برای آینده، نه تنها در شهر کابل. بعد از او ما شاهد هستیم در اکثریت از ولایات افغانستان، در بیرون از کشور، مردم با انتباه از اینمی حرکت، با امیدواری از اینمی حرکت، با انگیزه گرفتن از اینمی حرکت، در تمام کشورهایی که در اونجا مهاجران و شهروندان افغانستان به حیث پناهنده زندگی میکنن، امی دادخواهی را حمایت کردن، امی حرکت را حمایت کردن و همی حرکت برشان امیدواری خلق کرد که ای در تاریخ افغانستان فکر کنم از بود دادخواهی بی نظیر بوده و امید بری است که در آینده ها تکرارش بزرگتر، وسیع‌تر و منسجمتر باشه. یک بس کلان در این قالب حرکت های مردمی و دادخواهی بس ملی مطرح میشه، چقدر فکر میکنین مثلا به تناسب 2001 و 2004-2005 تا این زمانی که ما رسیدیم، با وجود یک ادیمین تبیزانه و نجات پرستی میکنن، زبان پرستی میکنن،
با وجود این همه یک مجموعه را داریم که با تفکر ملی میان حرکت میکنند. چقدر شما با آینده خوشبین هستید با چنین حرکت، با وجود در افغانستان که نبضش تبعیض بود، نبضش حق یکی دیگر را خوردن بود، چقدر اسم میکنید که این حرکت یک روزانه تازه را باز میکنه؟ خوشبختانه باید بگویم قسمی که ما در حرکت‌های مدنی خود فعلا تجربه می‌کنیم، ما دوستانی از تمام اقوام داریم. هیچ گاهی در بین نسل نو، در بین نسل جدید، نسل درد، نسل عذاب، نسل مصیبت، نسلی که اینا با این همه دردها و رنجها و مشکلات بزرگ شدن، عواملش هم می‌فهمند. عواملی دردار نسل نو میفهمه و این نسل از این به بعد نه به خود درد و رنج و مصیبت روا میداره و نه به نسل آینده که اولادا و فرزندای این سرزمین باشه. بنان ما عوامل داخلی و عوامل خارجی این درد و مصیبت و رنج و تکلیف شناسایی کردیم. تمام روشن فکر را، تمام جوان ها، تمام شهروندان جوان افغانستان این عوامل را شناسایی کردن که عوامل خارجیش از کجا نشأت میکنه، عوامل داخلیش در کجا است. عوامل داخلیش همیشه از آدرس قوم، زبان، مذهب، سمت آمده و ما را خرد و خمیر ساخته و ما را به جان هم انداخته، ما را به سرحد رسانده که بالاخره احتیاج ما ساخته بر کسایی که طرح از بیرون وارد میکنند به کشور ما و بالاخره بتانند از ضعف ما، ناتوانی ما، پراگندگی ما، نفاق ما، جدایی ما سوی استفاده ها بکنن و منافع خودشان. امروز خوشبختانه مردم افغانستان در کل بخصوص نسل آگاه و جوان از هر قوم و سمت و زبان و مذهبی که از این را درک کردن که دیگه امی عواملی که تا به حال ما را به این بدبختی و فلاکت رسانده، من بعد ما علیه ازی باید مبارزه کنیم، محو کنیم، نابود کنیم، از بین ببریم، ولو که ریشه از او به پای هر کسی که باشه، در هر آدرسی که باشه، این ریشه دشمنی با منافع ملت است، با کل ملت است، با خاک است، با عزت و با آبرو و با زندگی و با حیات ما در تمام ابعاد او ریشه دشمنی میکنه. بنابراین او ریشه را باید قطع کنیم که ما شاهدی ازی هستیم که امروز بدون ازی که رهبرای سنتی و قومی در جریان باشه، نسل نو با امو اتکا به نیروی خود، به باور خود، به اعتقادات خود، به تجربی که آموختن، با اعتکاف به او وارد صحنه هستند که ما و شما دیدیم امی چهارشنبه گذشته را که فریاد مردم، صدای مردم، خواست مردم همه مشترک و همه مردمی که از اینمی خطه هستند، از اینمی کشور هستند، در کنار هم جمع شدند، صدا بلند کردند. این یک امیدواری است، این نتیجه کار همگانی است که طی یک دهه و اندی صورت گرفته و این مبنایش، ریشهش آگاهی نسل نو است و طرد تمام عوامل بدبختی، کنار گذاشتن از اونا و دیگه با اونا ودا کردن و با اونا دوری گزیدن. سکسی یک مفهوم کلان مطرح میشه در تمام جوامع بشری. مثلا اگر ما به هندوستان از بس دموکراسی، از بس دادخواهی مردمی یک مثال خوب بزنیم، مثلا اگر ژاپن رو بزنیم، اگر ما به مجموعه از کشورهایی که امروز در یک موقف سیاسی اقتصادی خوب قرار دارن، تمام جوامع بشری نسلش آمده از زحمت، مشقت و حالت ناگوار را تحمل کرده، اما این همه وابستگی بوده به رهبری که جامعه را مدیریت کرده. چقدر فکر میکنید که در جامعه افغانستان ما نسل متحرک داریم، نسل که پیام میده، نسل که میفهمم که جامعه باید به کدام سمت سو کشانیده شود، قلب سمت سوی من مثبت باشه، ولی ما به یک مدبر نداریم، به یک مدیر خوب نداریم که این جامعه را آنچه که شهروند ادامه کنه بیا بکنه. مثلا ما در بحث‌های مطرح میگیم وقتی گاندی در هندوستان میاد بر شهروندانش میگه که شما کالاهای بریتانیای کبیر شما تحریم بکنین، دیگر استفاده نکنین که شما را اشغال کرده، یک تحریم حرکت ملی سوال خودش همون لباسا را میپوشه. فکر میکنم در افغانستان مردم هوشیار آگاه هستند ولی ما به یک درایت سیاسی نیاز داریم. مردم ما این واقعیت را درک کردن که و این را میفهمن و این هم تا
توضیح است، هدایت است از قانون اساسی ما که حاکمیت حق مردم است و این حاکمیت از طریق نماینده مردم که رئیس جمهور در یک نهاد باشه، نمایندگان مردم در پارلمان باشه و نهادهای دیگه، این حاکمیت حق مردم توسط این نماینده ها تمثیل میشه و مردم میاین در چوکات نظم و نظام و اصول و قواعد دولت میسازن تا از یک طرف حقوق اساسیشان که امو امنیت است، صلح است، آزادی است، تعلیم است، بهداشت است، این تامین شود. نیازمندی های ابتدایی شهروندان و نیازمندی های اساسی و اصلی شهروندان هم این تامین شود. اگر چنین نمیشه مردم باز در رابطه با تداوم مشروعیت مسئولین خودان تجدید نظر میکنن. قسمی که یختار بود ای حماسه دادخواهی به رهبران بیکفایت ما، به رهبران ناتوان ما، به رهبران در حالت اختلاف ما، به رهبرانی که توجه بالای مردم خود ندارن، توجه در راستای زدودن دردها و رنجهای مردم خود ندارن، با غفلتشان هر روز ما شاهد صدها مصیبت از مهاجرت تا انتحار تا گردن بریدن و آتش زدن و این و آن هستیم. بدون شک آنچه که شما گفته ما با او موافق هستیم. مردم ما مردم آگاه هستند، مردم آرام هستند، مردم چشمبرا هستند، امیدوار هستند، با صبر و شکیبا هستند. ببینین 4 دهه مصیبت بالای مردم جریان داره. ای از صبر و شکیبایی از این مردم است که اینا تحمل میکنن و توکل به خدا. ولی متاسفانه که ما رهبران مدبر، رهبران دلسوز، رهبرانی که تحول ایجاد بکنن، تحول مثبت ایجاد بکنن، این وضعیت تغییر بکنن، دگرگونی های مثبت ایجاد بکنن، یک چنین ظرفیت ها در نهادهای رهبری و مدیریتی متاسفانه ما نداریم. همینجاست که 14 سال گذشته فرصت ها و قوت ها متاسفانه مورد استفاده قرار نگرفت، همیش تبدیل به تهدیدات و به ضعف ها شد. اینمی بیانگری ازی است که ما ملت داریم، ما کشور داریم، ما سرمایه داریم، هر چیز داریم، ایمان هم داریم، وجدان هم داریم، شجاعت هم داریم. آنچه که نداریم رهبر است، آنچه که نداریم مدیر است، آنچه که نداریم ما امروز از اون نایه رنج میبریم و این همه مصیبت متوجه ما است، زعامت است و دلسوزی از امو آدرس و محبت نسبت به شهروندان. خیلی سپاس دکسه، بازم خیلی خوشم نبردیم، ممنونتان، سلامت، سپاس گرسم از شما بینده های محترم. تا فرصت زمان دیگر که بازم در خدمت قرار میگیریم، تا اون دم سبسمانید، خدا نگهدارتان.